سلام به همه دوستان، به کانال فیلمباز خوش اومدین. امروز قراره بریم سر وقت اخبار یک هفته گذشته سینما. قراره از این به بعد اخبار سینما هر هفته روزهای جمعه حوالی ساعت 10 صبح منتشر بشه تا دیگه اینطوری هیچی از زیر دستتون در نره و همیشه از آخرین اخبار سینما اطلاع داشته باشید. خبر برای گفتن زیاده، پس دیگه بهتره بیشتر از این وقت رو تلف نکنیم و بریم سر وقت کارمون. خبر اول یه خبر خوش برای طرفداران دنیای هری پاتر. شرکت برادران وارنر اعلام کرده که در حال ساخت یک قسمت جدید از سری فیلم‌های محبوب هری پاتر و این شرکت بالاخره موفق شده که جی کی رولینگ خالق دنیای هری پاتر رو راضی بکنه. 12 سال از آخرین فیلم هری پاتر می‌گذره و رسماً اعلام شدش که دنیل رادکلیف و اما واتسون و روپرت گرنت برای ایفای نقش مجدد خودشون برمیگردن. قسمت جدید قرار اقتباسی از نمایشنامه هری پاتر و فرزند نفرین شده باشه. این کتاب یا همون نمایشنامه سال 2016 منتشر شد و داستانش 19 سال بعد از آخرین کتاب هری پاتر رو تعریف میکنه که داستان کتاب اصلا در رابطه با فرزند هری پاتر، ولی تمام شخصیت‌های قدیمی هم توش وجود داره. نظر طرفدارای قدیمی هری پاتر در رابطه با این نمایشنامه خیلی متفاوت بود. یه دستشون میگفتن خیلی شاهکاره، مثل کتاباشونه، و یه عده دیگه مخالف بودن و میگفتن نسبت به کتاب‌ها ضعیف‌تره. اما بالاخره در نهایت قراره که این نمایشنامه به فیلم تبدیل بشه. اگرم که به داستانش علاقه دارید، قبلا یه پادکست از این کتاب توی کانال منتشر شده که کل داستانو از اول تا آخر به شکل پادکست تعریف میکنه. اگه دوست داشتید میتونید از لینک بالا ببینید. خبر بعدی خیلی جالبه که در رابطه با فیلم گم شده استنلی کوبریکه. استیون اسپیلبرگ، یکی از بزرگترین کارگردانای هالیوود، به تازگی اعلام کردش که در حال ساخت یه مینی سریال 7 ساعته بر اساس فیلم گم شده ناپلئون، آخرین پروژه استنلی کوبریکه. داستان این فیلم اینجوریه که کوبریک 260 تا کتاب رو در رابطه با زندگی ناپلئون میخونه تا بتونه بهترین اثر در رابطه با ناپلئون رو بسازه. که اگر با آثار استنلی کوبریک آشنا باشید، میدونید که این کارگردان اصلا کارش همین جوریه. اصلا توی کتاب‌های رکوردهای گینس چندین رکورد داره از اینکه برای انجام یک کار چقدر زحمت میکشه. استنلی کوبریک این فیلمنامه رو مینویسه، ولی شرکت MGM به خاطر هزینه‌های بالا با ساخت این پروژه مخالفت میکنه. چند وقت بعدش هم استنلی کوبریک به شکل ناگهانی فوت میکنه و نکته عجیب اینجاست که این فیلم نامه گم میشه و کسی بهش توجه نمیکنه. اما سال 2011 دوباره توجه به سمت این فیلم نامه جلب شد و این فیلم نامه توی یک کتاب به اسم ناپلئون کوبریک منتشر شدش. حالا قراره استیون اسپیلبرگ این کتاب رو به سریال تبدیل بکنه و گفته میشه که به احتمال خیلی زیاد یکی از پرهزینه ترین سریال ها خواهد بود. حالا که صحبت از کارگردان های بزرگه، بذارید در رابطه با آخرین پروژه مارتین اسکورسیزی هم، یعنی فیلم کیلرز آف دی فلاور مون، هم یه صحبتی بکنیم. آخرین خبر در رابطه با این فیلم اینه که مشخص شده که این فیلم 3 ساعت و 20 دقیقه است، یعنی درست مثل فیلم آیریشمن این فیلم هم همونقدر طولانیه و اینکه اکران این فیلم هم قراره تو جشنواره کن همین امسال باشه. خبر بعدی یه خود ناراحت کننده است در رابطه با بروس ویلز که رسما اعلام شدش که این بازیگر قدیمی دچار بیماری زوال عقل شده. چند وقت قبل مشخص شده بود که این بازیگر قدرت تکلم خودش رو از دست داده و حالا مشخص شده که این بیماری به زودی باعث میشه تا فراموشی هم بگیره و انقدر این بیماری ادامه پیدا میکنه تا اینکه حرکات عادی رو هم دیگه فراموش میکنه، مثل راه رفتن، حتی نمیتونه چشماش رو تکون بده و عضلات این بیماران معمولا خشک و سفت میشن، حتی جویدن و بلعیدن غذا هم همینجور از دست میدن. درمانی هم برای این بیماری وجود نداره. این بازیگر سال پیش از بازیگری خدافظی کرد و برای اینکه بتونه دوران بازنشستگی خودش رو با راحتی پشت سر بذاره، توی یک سال 8 تا فیلم بازی کرد و با پولی که به دست آورد حالا میخواد دوران بازنشستگیشو پشت سر بذاره. خبر بعدی در رابطه با استودیوی دریم ورکس. این استودیو همراه با استودیوی یونیورسال تصمیم گرفتن یه لایو اکشنی از سگانه انیمیشن محبوب چگونه اژدهای خود را آموزش بدهیم بسازه. کارگردان اصلی این سگانه انیمیشن نویسندگی و کارگردانی لایو اکشن رو هم به عهده داره. این لایو اکشن قراره 2 سال دیگه، یعنی اسفند سال 1403 اکران بشه. و نکته جالب در رابطه با کمپانی دریم ورکس اینه که سال 2022 این کمپانی سال بسیار موفقی رو پشت سر گذاشت و همین چند وقت پیش انیمیشن گربه چکمه پوشش فروش خیلی خوبی داشتش، تونست توی گیشه 424 میلیون دلار فروش بکنه و همین که تونست نظر منتقدین رو به سمت خودش جلب بکنه. برای همین سال موفق باعث شده تا خیلیا امید داشته باشن به ساخت انیمیشن شرک 5. خبر بعدی در اوتو پروژه بعدی جیمز کامرونه. کامرون قراره بعد از تموم کردن
مراحل تدوینی آواتار 3 بره سراغ یه پروژه دیگه. چون آواتار 3 همزمان با آواتار 2 ساخته شد، فقط مراحل تدوین و جلوه‌های ویژه و اینجور چیزا مونده. دو سال دیگه قراره آواتار 3 منتشر بشه و پروژه جدید جیمز کامرون در رابطه با بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی. این فیلم از نگاه بازماندگان این حادثه اتمی روایت میشه و از کتاب آخرین قطار به هیروشیما اقتباس شده. به خاطر همین پروژه این گمانه‌زنی پیش اومده که احتمالاً آواتار 4 و 5 رو خود کامرون کارگردانی نمی‌کنه. جیمز کامرون بازگشت خیلی موفقی به سینما داشت. فیلم آواتار 2 که جیمز کامرون 13 سال وقت براش گذاشته بود، این هفته فروش جهانیش از مرز 2.2 میلیارد دلار هم عبور کرد و جای تایتانیک رو دوباره مجدداً گرفت و الان سومین فیلم پرفروش سینماست. اما جیمز کامرون فقط سر همین اخبارایی که گفتم توی هفته گذشته نرفته بود تو صدر اخبار. یه اتفاق جالب دیگه هم افتاده بود. جیمز کامرون قبلا از فیلم‌های مارولی خیلی ایراد می‌گرفت و داستان‌هاشون رو تکراری می‌دونست، ولی حالا تو مصاحبه جدیدش گفته که با شخصیت تانوس هم عقیده است و درک می‌کنه که چرا تانوس می‌خواسته نصف جمعیت جهان رو بکشه. همین که تو مصاحبهش برگشته گفته که تفکرات این شخصیت حمایت می‌کنه، فقط مشکل اینجا بود که هیچ کسی دست خودش نبود که کشته بشه یا نه. بعد تانوس یه کاری می‌کرد که داوطلبان مردم می‌اومدن برای مردن، ولی در کل گفته که اهداف تانوس منطقی بوده. حالا اینکه جیمز کامرون شوخی می‌کرده این حرفا رو می‌زده یا جدی بوده، به هر حال کلی نقد مثبت و منفی به این حرفا شد. ولی حالا نکته جالب اینجا بود که طرفدارای مارول اصل مطلب رو ول کرده بودن، به این چسبیده بودن که جیمز کامرون از یک شخصیت مارولی خوشش اومده. خبر بعدی در تو دنیای مارول. تو هفته گذشته یکی از مدیران مارول توی مصاحبهش اعلام کرد که رابرت داونی جونیور بازیگر آیرون من دیگه هرگز به دنیای مارول برنمیگرده. گفتش که تمرکز اصلی مارول روی نسل بعدی این شخصیت‌ها و بازیگراست و توی همین مصاحبهش هم رسماً اعلام کردش که تام هالند یک قرارداد چند ساله و بزرگ با مارول بسته و گفته که رهبری دنیای مارول تا چند سال آینده به عهده تام هالنده، به طوری که مرد عنکبوتی با بازی این بازیگر جای آیرون من رو میگیره و فیلم اونجرز سال 2016 که قراره انتقام جویان دوباره دور هم دیگه جمع بشن و بر علیه کنگ فاتح بجنگن، توسط مرد عنکبوتی دور هم جمع میشن. سر همین قراردادی که تام هالند بسته، به احتمال خیلی زیاد فیلم‌های اونجرز که قراره سال 2025 و 2026 اکران بشن به تأخیر میافتن و در عوض مشخص شد که سال 2024 فیلم مرد عنکبوتی 4 اکران میشه. خبر دیگه در تو مارول این بود که کوین فایکی توی یکی از مصاحبه‌هاش به بد بودن فاز 4 دنیای مارول اعتراف کرد. دلیلش هم این گفتش که سریال‌های مارولی جلوی درخشش بقیه آثار رو گرفتن. یعنی مثلا فیلم بلک ویدو به خاطر این ندرخشیده چون سریال‌ها نذاشتن. حالا گفته که برای حل این مشکل قرار سریال‌های کمتری پخش کنن. بر همین یه سری از سریال‌های مارول قرار به تأخیر بخورن، ولی سریال لوکی شامل حال این تأخیر نمیشه. توی این یک سال گذشته فیلم‌های ابرقهرمانی نقد‌های منفی زیادی دریافت کرده بودن. نمونه آخرش همین فیلم انتمن 3 که از نظر منتقدین توی هفته گذشته بدترین فیلم مارول لقب گرفتش. این فیلم بودجش 200 میلیون دلار بوده و تا الان تونسته 254 میلیون دلار بفروشه که فروشش بد نیست، ولی افتتاحیه‌اش خیلی ضعیف‌تر از فیلم‌های قبلی مارول بوده. حالا که حرف از فیلم‌های کمیک بوکیه، یه خبر ابرقهرمانی دیگه هم بهتون بگم. یه فیلم دیگه هم که خیلی ضعیف عمل کرده فیلم آکوامن 2 که اکران آزمایشی شده. منتقدین گفتن که انقدر این فیلم بد بوده که بعضی‌هاشون بلند شدن از سالن سینما رفتن بیرون و کسایی هم که فیلمو تا تدیدن گفتن بدترین فیلم تاریخ دیسیه. این فیلم 2 سال تأخیر خورده و کلی فیلم برداری مجدد داشته و امبر هرد هم توی فیلم حضور داره. خبر بعدی در رابطه با کمپانی دیزنیه. این شرکت اعلام کرده که در حال ساخت چندین لایو اکشن جدید از روی انیمیشن های خاطره انگیز و کلاسیک خودشه. انیمیشن های مثل گوشپشت نوتردام، علاءالدین، شیرشاه و هرکول. و این کمپانی تیم سازنده های انیمیشن رو داره کامل میکنه. همین که کمپانی دیزنی همین الان لایو اکشن پیتر پن با بازی جودلا و یارا شهیدی، همینطور لایو اکشن جنجالی پری دریایی با بازی آکوافینا و خاویر باردم رو همین امسال قراره اکران بکنه. سال 2024 هم لایو اکشن سفید برفی با بازی گلگدوت در نقش ملکه بدجنس و ریچل زگلر در نقش سفید برفی رو قراره اکران کنه. لایو اکشن پری دریایی و سفید برفی سال 2022 حسابی جنجالی شده بودن، به خصوص توی توییتر که کلی نظرات منفی براشون اومده بود و کار به جایی کشیده بود که شرکت توییتر یه سری از توییت ها رو حذف می‌کردش به خاطر مسائل نجات پرستی. دلیل کامنت های منفی به خاطر انتخاب بازیگرهای رنگین پوست برای این شخصیت های کلاسیک بود. ولی خب کمپانی دیزنی با انتشار
بیانیه‌ای اعلام کرده که کسانی که نظرات نفرت انگیز میدن طرفدار این شخصیت ها نیستن، فقط نجات پرستن و در هر صورت شماره های جدید این فیلم ها توی این سال منتشر میشه. خبر بعدی در رابطه با جی جی آبرامز، یعنی خالق سریال لاست. این کارگردان قراره با یه سریال جدید برگرده به اسم داستر، که نکته جالبش اینجاست که بازیگر نقش اصلی این سریال جاش هالوویه، یعنی همون کسی که نقش سویر رو توی سریال لاست بازی میکرد. توی ساخته این سریال جی جی آبرامز با خالق سریال شیملس همکاری میکنه. این سریال 8 قسمت داره و داستانش سال 1972 اتفاق میفته، یعنی زمانی که اولین مأمور زن سیاه‌پوست FBI به جنوب آمریکا میره و تلاش میکنه که با همکاری یه راننده فراری یه سندیکای جنایتکار در حال رشد رو نابود بکنه. خبر بعدی در رابطه با ریبوت فیلم‌های هلبوی. یادتون باشه سال 2004 گیرمو دل تورو دو تا فیلم از پسر جهنمی ساختش. اون موقع خیلی معروف بودن، خیلی هم فروش داشتن، تا اینکه سال 2019 این فیلم‌ها با بازی یه بازیگر جدید، همجوری کارگردان جدید، دوباره ریبوت شد که یه فاجعه بزرگ بود. حتی تو گیشه هم شکست خورد و اصلا اندازه بودجه 50 میلیون دلاریش فروش نکرد و کاملا زیانده بود. حالا دوباره استودیوی سازنده اعلام کرده که این فیلم ها رو دوباره با رده سنی بزرگسالان ریبوت میکنه. کارگردان این شماره های جدید رو هم همون کارگردان فیلم گوست رایدر 2 انتخاب کرده و حالا قسمت بعد ماجرا اینه که نویسنده فیلم جدیدم همون نویسنده نسخه شکست خورده سال 2019 است. اسم این فیلم جدید هستش پسر جهنمی مرد شیاد. تاریخ اکرانش همچنان مشخص نیست. خبر بعدی در رابطه با ساخته قسمت دوم فیلم آیم لجند. این فیلم قراره قسمت دومش بعد از نزدیک به 14-15 سال با بازی ویل اسمیت و مایکل بی جردن دوباره تولید بشه. فرانسیس لارنس کارگردان فیلم اصلی دوباره برای کارگردانی نسخه جدید برگشته. حالا نکته جالب اینجاست که سریال لست آف آس روی این فیلم تاثیر مستقیم گذاشته و کارگردان گفته که قسمت دوم فیلم آیم لجند از فضای بصری بازی‌های لست آف آس الهام می‌گیره و مشخص کردش که قسمت دوم ادامه فیلم شماره 1 و چندین دهه بعد از اتفاقات فیلم 1 رو تعریف می‌کنه. ولی نکته مهم اینجاست که فیلم آیم لجند دو تا پایان داشتش. سازنده‌ها برای این فیلم دو تا پایان ساخته بودن. وقتی که فیلم اصلی رو اکران کردن، انقدر بیننده‌ها از پایان فیلم ناراضی بودن که توی یه سری از سینماها فیلم با پایان دومش اکران شد و این فیلم جدیدی که قرار ساخته بشه ادامه اون پایان شماره دومه که خیلیامون ندیدیمش. حالا برای اینکه اسپویل نشه نمیگم که چه اتفاقی میفته و حالا تمام عوامل فیلم قراره این داستان رو مجدد ادامه بدن. خبر بعدی خبر خیلی عجیبیه، چون در رابطه با شورت برایان کرانستونه. یه نفر شورت معروف والتر وایت رو که توی اولین قسمت سریال بریکینگ بد پوشیده بود رو به مزایده گذاشته. تا الان 7000 دلار قیمت خورده. 4 روز دیگه این مزایده تموم میشه و شورت به بالاترین قیمت فروخته میشه. این شورت سال 2013 با اتمام سریال توسط شرکت سازنده توی حراجی به قیمت 10000 دلار فروخته شده بود. حالا قراره دوباره این شورت به مزایده گذاشته بشه. خبر بعدی در رابطه با سریال لست آف آس. شبکه HBO توی قسمت 6 این سریال که پربیننده ترین سریال سالم هست سوتی داده و توی یه سکانسی عوامل فیلم برداری کاملا توی تصویر دیده میشن و این تصویر از زیر دست تدوینگرای شبکه HBO در رفته. این اتفاق توی توییتر با سوتی لیوان قهوه استارباکس توی سریال بازی تاج و تخت مقایسه شده. اون موقع هم باعث شده بود که حسابی این اتفاق ترند بشه. خبر دیگه در رابطه با این سریال اینه که مدیر شرکت سونی گفته که حالا که سریال لست آف آس رو میبینه از اینکه نتونسته از روی بازی که برای خودشون بوده فیلم بسازه حسرت میخوره. جالب بدونید که چندین سال قبل قرار بود فیلمی به کارگردانی سم ریمی و همکاری همین نیل دراکمن، یعنی خالق بازی، ساخته بشه. قرار بود نقش الی رو میسی ویلیامز یا همون آریا بازی بکنه، اما چون تهیه کننده شرکت سونی اصرار داشتش که فیلم باید صحنه‌های جنسی خیلی زیادی داشته باشه، سم ریمی و نیل دراکمن کلا پروژه رو تعطیل کردن و رفتن و حالا سونی با موفقیت‌هایی که شبکه HBO به دست آورده نشسته و حسرت می‌خوره. حالا که صحبت در رابطه با این کمپانی هاست، بذارید دو تا خبر کوتاه هم در رابطه با کمپانی سونی و کمپانی HBO بهتون بگم. خبر اول اینه که قسمت سوم فیلم ونوم با بازی تام هاردی به زودی توی سان فرانسیسکو شروع میشه و احتمالاً یک سال دیگه فیلم اکران میشه. همین که خبر دوم در رابطه با شبکه HBO اینه که به طور رسمی اعلام شد که فصل دوم سریال خاندان اجدها تابستون سال 1403 اواخر تیر ماه یا اوایل مرداد ماه پخش میشه، یعنی که تا اکرانش یه چیزی کمتر از یک سال و نیم دیگه باقی مونده. خب دوستان، اینم از اخبار امروز. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایکش کنید و تا جمعه
بعدی. خدا نگهدار.